سلام، من ربکا ایستام هستم و با این برنامه نبض تجارت یورونیوز از فراز بلندترین ساختمان دنیا یعنی برج خلیفه دبی با شما همراه هستیم. در یک دهه گذشته پخش آنلاین یا استریمینگ تجربه ما را از تماشای تلویزیون متحول کرده است و شرکت‌های نظیر نتفلیکس محبوبیت زیادی یافتند. نتفلیکس 160 میلیون مشترک جهانی دارد که می‌توانند با پرداخت ماهیانه چند یورو برنامه‌ها و سریال‌های محبوب خود را با کیفیت بالا در خانه تماشا کنند. هزینه کم اشتراک و نداشتن رقیب جدی در سطح جهانی را میتوان از دلایل موفقیت و محبوبیت نتفلیکس برشمرد، اما رقیبان تازه در راهند. اپل، سودآورترین شرکت سهامی عام دنیا، هم حالا میخواهد در بازار پخش آنلاین جایی باز کند. نمایش صبحگاهی جنیفر آنیستون یکی از 8 سریالی است که روی اپل تیوی پلاس موجود است، یعنی سامانه تازه اپل که از ماه نوامبر راه اندازی می شود. کارشناسان می گویند بودجه تولیدات مستقل اپل برای سامانه پخش آنلاینش 5 میلیارد یورو است. قدرت اپل در برندش نهفته است. آنها پیش از این اپل تیوی را راه اندازی کردند. فکر می کنم سلفی ورود جنیفر آنیستون به اینستاگرام یکی از پست‌های تاریخی اینستاگرام و فیسبوک بود. او فالوورهای بسیار زیادی دارد و اپل در جذب او بسیار موفق عمل کرد. اما اپل تیوی پلاس فقط یکی از پایانه‌های رقیب نتفلیکس است. در مرحله بعد آمازون پرایم قرار دارد که تولیدات مستقلش چندان زیاد نبوده است. اما دیگر بازیگران اصلی این حوزه HBO Max، دیزنی پلاس، وایاکام اون، پلوتو تیوی و پیسکاک هستند که برخیشان هنوز فقط داخل آمریکا قابل دسترسی هستند. فرقی نمی کند چه دیزنی پلاس باشد و چه اپل پلاس، نباید آنها را دست کم گرفت. نمی شود تأثیر آنها را بر بازار نتفلیکس انکار کرد. نتفلیکس به سهامدارانش اعلام کرده که از رقابت استقبال می‌کند و با وجود رشد کم شمار مشترکانش بیشترین سود خود را در سال 2018 برده است. از آنجا که نتفلیکس در پخش جهانی تقریباً بی‌رقیب است، می‌تواند افت سهم بازارش در آمریکا را با فروش جهانیش جبران کند. نتفلیکس تا سالها یک برند بسیار قوی خواهد بود، اما فکر می‌کنم توقع سهامداران این شرکت از رشد و سوددهی آن بسیار بالاتر از حد معمول است. رقابت در پخش آنلاین یا استریمینگ برای تماشاگران جوان نوید بهره‌مندی از انتخاب‌های بیشتر را می‌دهد و سبب می‌شود آنها هر چه سریع‌تر از شیوه سنتی تماشای تلویزیون فاصله بگیرند. به سراغ موفق‌ترین بازاریابان حال حاضر دنیا می‌رویم. بوزوما سنت جان به خاطر همکاری پربارش با شرکت‌های نظیر پپسی، اوبر و اپل موزیک یکی از بازاریابان پیشروی جهان به شمار می‌آید. در نمایشگاه جی تکس به دیدار او رفتیم. شما کارنامه فوق‌العاده‌ای دارید. با DRA و اوبر کار کردید و حالا هم با ویلیام موریس اندوور. چطور به اینجا رسیدید؟ دلیلش اشتیاق دیوانوار برای کار، انسانیت و فرهنگ بوده. یعنی آن چیزهایی که ما را می سازد. من عاشق اینها هستم. من در صنایع مختلف دنبال چیزهای تازه و متفاوت می گردم. متاسفانه چالش‌هایی هم داشتم. سیاه پوست بودنم به عنوان یک زن گاهی مجبورم کرده از یک شرکت بروم در حالی که نمی خواستم. اما عاقبتش خیر بود. چرا همایش‌های این چنینی در تجارت مهمند؟ فناوری در قرن 21 قطعاً بر کار تجاری تأثیر دارد. در هر کسب و کاری مهم است که فناوری را درک کنیم و بفهمیم که چطور بر کار تأثیر می‌گذارد یا آن را به خطر می‌اندازد. ما به شیوه‌های تازه‌ای کار می‌کنیم که هنوز طبقه بندی نشده و برای همین گاهی ترسناک است. یک زن سیاه‌پوست در محیط شغلی پر از مردان سفید، چه حسی دارید؟ بله، دنیای این کار دنیای مردان سفید پوست است. اما نگران نباشید،
زنان هم دارن وارد می شوند. زمان ما رسیده و آینده و حتی زمان حال هم از آن زنان است. می خواهم که ما، همه ما، از مرد و زن متحد باشیم. این اتحاد برای بشریت مفید است. بهتر است بدانیم که زنان در مسیرند. اما اگر دغدغه کسب و کار هم دارید، بدانید که این امر در عمل برای تجارت هم بهتر است. اگر می خواهید کسب و کاری راه بیاندازید، به دنبال قواعد قبلی نروید. آنچه واقعا باید دنبالش باشید، اشتیاق خودتان است. باید غالباً از شهودتان پیروی کنید و با خودتان روراست باشید. اگر از کارتان لذت نبرید، خب کار نخواهید کرد، پس به دنبال اشتیاق باشید. الگو بودن چقدر برایتان مهم است؟ در هر حوزه‌ای که کار کنید، چه در مراتب بالای مدیریت و چه در جایگاهی معمولی، در هر حال باید از جایگاهتان برای الگو بودن استفاده کنید. نه در ظاهر، بلکه واقعاً برای این امر تلاش کنید. تحول برای این روی نمی‌دهد که مردم خوبند. تحول برای این روی می‌دهد که مردم تلاش می‌کنند. و سرانجام WeWork غول فضای کاری مشترک در هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آنچه قرار بود شروعی تازه برای این شرکت باشد، سرانجام WeWork به بحران برخورد. شرکت WeWork که بیش از 800 فضای اداری و کاری در جهان دارد، می‌خواست سهامش را در بورس عرضه کند، اما شکست این طرح خیلی‌ها را شوکه کرد. تحولات خوبی در کار ایجاد شد و قول سرمایه‌گذاری هم به آنها داده شد. این روش آنها فوق‌العاده است برای شرکت‌ها تا از املاکشان به شکلی کاملاً متفاوت بهره برداری کنند. اما پس از آنکه سهامداران با اشاره به زیان‌های شدید و عملکرد مدیریت WeWork آن را به چالش کشیدند، این شرکت برنامه تازه‌اش را برای ارائه عمومی سهامش لغو کرد. چند هفته بعد، سافت بانک که سهامدار اصلی این شرکت بود، توافق کرد با 9 میلیارد یورو تا 80% کل سهام این شرکت را بخرد و آن را از بن‌بست بیرون بیاورد. اما با این حال، چالش‌های این شرکت هنوز به پایان نرسیده است. هیچ کس مایل نیست شرکتی را ببیند که مجبور شده تعداد زیادی از کارکنانش را بیکار کند. بهترین آرزوها را برای آنها داریم. بحران اخیر این شرکت می تواند زنگ خطری باشد برای هر شرکت بزرگی از این دست که می خواهد سهامش را در بازار بورس ارائه کند. این برنامه نبض تجارت هم به پایان رسید. ماه بعد برای دریافت آخرین تحولات تجارت و سرمایه گذاری با ما همراه باشید. خدا نگهدار.